تو این ویدیو میخوام هوش مصنوعی دالی 3 در مقابل هوش مصنوعی فا... ادوبی فایرفلای رو با هم مقایسه بکنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام رفقا امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من سینام و اینجا کانال خودتونه. خیلی خوش اومدید. چند روز پیش من یه ویدیویی منتشر کردم در مورد دالی 3 و هوش مصنوعی ادوبی فایرفلای که هر کدومش تو دو تا ویدیوی جداگانه ضبط شده که میذارم لینکش رو بالا برید ببینید. و ازش استفاده بکنید جدا جدا اومدم در موردشون توضیح دادم که چه کاربردی دارن و چه جوری میشه ازشون استفاده کرد خب ادوبی فایرفلای رایگان رایگان نیست و تقریبا شما 25 بار میتونید ازش استفاده بکنید 25 تا کریدیت بهت میده و شما میتونید ازش استفاده بکنید حالا تو اون ویدیوها در موردش کامل توضیح دادم نمیخوام الان تکرار اون موضوعات بشه و اگر بلد نیستید چطور ازش استفاده کنید حتما برید بهش سر بزنید و اون دو تا ویدیو رو ببینید هر جداگونه توضیح دادم امروز میخوایم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و ببینیم عملکرد کدومشون بهتره یه نکته خیلی خوبی که دالی داره اینه که نیاز نیست شما بعد از اینکه پرامپت نوشید استایل ها و حالت های مختلف رو روش اعمال بکنید تا اون تصویر رو بهتون بده در صورتی که میجرنی، لئوناردو، ادوبی فایرفلای و هر کدوم از این هوش مصنوعی هایی که الان تو بازار دارن کار میکنن و فعال هستن شما باید حالت های مختلف رو انتخاب بکنی مثلا یه پرامپی شما تو لئوناردو نوشتی یا یک پرامپی شما تو میجرنی نوشتی باید انتخاب بکنی تو کدوم دسته کاتگوری باشه مثلا فوتورئل باشه مثلا رال باشه یا استایلش مثلا نوع نورپردازی نوع نورپردازی چطور باشه و اینکه از این قبیل افکت هایی که شما باید انتخاب بکنید و یه مقداری سردرگم میشه آدم که اینا چی هست حالا اونایی که به این اصطلاحات آشنایی نداشته باشن یک مقداری سردرگم میشن ولی توی دالی شما فقط متنی که توی اون تصویری که توی ذهنتون در واقع شکل گرفته رو تبدیل به متن میکنی میدی و تصویرت رو خیلی راحت میگیری خب بریم که این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم خب میم تو سایت یکی از هایی که در واقع خود ادوبی انجام داده رو پرامپش رو میگیریم میدیم به این تصویر به در واقع بینگ و ببینیم چی جوریه یه مقایسه بکنیم بچا شما هم حتما مقایسه بکنید و برام بنویسید این خیلی خوبه البته قابلیت این داره اینا قشنگ میتونم فوتو ریال اینا رو انتخاب بکنم و در واقع استایل های بیشتری داره ولی خب یعنی چه خوبه این بذار من این رو بنویسم و بیارم اینجا خب گفتم که میتونیم از ویرگولینا استفاده بکنیم بزنیم بگیریم چی میده خب برامون ساخت بچه ها ببینیم چجوریه نه خوبه بچه ها خیلی خوب شده این یه مقداری رعال تره یه مقداری طبیعی تره چقدر خوبه چقدر خوبه این ما همیشه یه موزلی داشتیم تو جلسات ایده پردازی این که ما یک تصویری تو ذهنمون بود و یه اون تصویری که ما میخواستیم به تصویر ساز خودمون انتقال بدیم همیشه همیشه مشکل داشتیم و اینکه ما یه چیزی میگفتیم تصویر ساز یک چیزی تصور میکرد و یک چیزی دیگه میکشید ولی این کار ما راحت کرده واقعا حتی میتونیم اینجا اضافه بکنیم مثلا سونی آلفا 7M که مثلا با چه دوربینی و با چه لنزی 85 M3 لنز 85 پنج میلیمتری f یک و 8 مثلا یا 1 و 4 خب ببینید بچه ها الان ریال تر شد ریال ریال تر شده و بکراند ما فلوتر شده اون چیزی که ازش خواستیم اف یک و این داستان یا اف 14 یک شده میبینید بچه چقدر ریال تر شده حتی شبیه به اکسایی که مثلا رنگ و نور های سونی هم شده تو چیز جذابی شده یا مثلا میتونیم اینجا اضافه بکنیم یک, یک تصویری دیگه بسازیم باهاش از همین مثلا بگیم سان اسپاتلایت اسپاتلایت اپ تو داون از بالا به پایین نه، اوکی خیلی جذاب شده می بینید بچا صورت اثبات اومده و نور خورشید از لای درخت ها واقعا فوق العاده است واقعا بی‌نظیره بچو این در واقع گرد و خاک یا این پارتیکل هایی که تو نور خورشید دیده میشه رو اینجا می بینید چه رعایت کرده یا در واقع این ساب سرفیس که توی در واقع غارچ اتفاق افتاده نور ازش عبور کرده یا این قسمت ها واقعا جذابه مثلا توی برکان ها اونا که اونای بچه که تیریدی کار میکنن میدونن ساب سرفیس چیه در واقع شما وقتی دست نور رو به رو دستتون میخوره یه حاله نورانی اطراف انگشتتون میفته به اون میگن ساب خیلی خوب رعایت کرده خیلی خوب در آورد من که واقعا دارم ازش لذت میبرم واقعا خیلی میتونه کمک بکنه تو کارها میتونیم ازش تصویر بگیریم و دوباره بازسازی بکنیم بسازیم خودمون یا چیزای دیگه بهش اضافه بکنیم اه... دمو شما بگم. حرفی ندارم واقعا اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایکش کنید و اگر از محتوای این کانال خوشتون میاد و فکر میکنید به دردتون میخوره حتما سابسکرایبش بکنید این حمایت کردن های شما باعث دلگرمی منه و باعث میشه که من ویدیوهای بهتری رو بسازم و برای شما به اشتراک بذارم. دب شما گرم تا بعد.